سلام دوستای گل نازنین، امیدوارم که جور و صحت من باشین و امروز با من همراه باشید با یه عالم کیک های خوشمزه. دوستان، من از هر قسمت که تونستم ویدیوهای بسیار کوتاه گرفتم و با اینجا قرار دادم. امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد، پس با من همراه باشید تا آخر این ویدیو. اول خامه رو خوب زدم، بعد کیک ها رو که برش زدم خامه رو روش میزنم، بعد مقدار موز گردو و دوباره مقدار کمی خامه روی گردو و موز میزنم که لایه بعدی رو قرار میدیم خوب کیک بچسبه و تا آخر. و اینم که میبینید خمیر مارسیپان هست، اول خوب ورز میدم به مدت 5 دقیقه، بعد باز میکنیم و من به کمک همسرم روی کیک ها قرار دادیم که و بعد با پالت کامل روی کیک رو صاف میکنیم. و اینم کیک برای کلاه این کیک هست که مثل کیک قبلی کامل لایه به لایه گردو موز و خامه میزنیم. بعد حدودا 5 دقیقه میذاریم داخل فریزر و دوباره خمیر مارسیپان رو روش میکشیم. این هم گل هایی که من خودم درست کردم و امیدوارم که شما خوشتون بیاد. و این هم گل هایی که از مغازه خریدم، بعد خوشم نیامد و استفاده نکردم. اینم مراحل آخرش که کیک آماده کردم و در جعبه مخصوص قرار دادم و دست مشتری میدیم. و اینم سفارش چیز کیکمون بود که من انجام دادم. امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه و رسیپی این توی چنل هست، من دیگه مراحلشو نذاشتم. این ظرف مستطیلم داره و گردم هست و من برای این چیز کیک از ظرف گردش استفاده کردم. و این یکی هم کیک خامه ای میوه‌ای هست با سس شکلات که برای یه دوست عزیزمون درست کرده بودم. خب میریم که کم کم مراحلش رو ببینیم. اول کیک ها رو پختم، گذاشتم سرد بشه، بعد برش زدم، بعد یه لایه خامه زدم، موز قرار دادم و گردو همچنین خورد کردم. و هر لایه که انجام میدم همین این کارا رو تکرار میکنیم و لایه بعدی رو قرار میدیم. تا آخرین لایه‌ای که قرار همین کار انجام بدیم و داخل که کل کیک رو خامه کشی میکنیم و بعد داخل یخچال قرار میدیم. و در آخر برای تزیینش از سس شکلات و میوه، هر میوه که شما دوست دارین، من از میوه توت فرنگی استفاده کردم. و مرحله تحویل برای مشتری. امیدوارم که این کیک هم مورد پسندتون قرار گرفته باشه. و این کیک میوه‌ای که برای یکی از عزیزترین‌های خودم درست کردم و خیلی هم خوشش اومد. طبق ویدیوهای قبلی که گذاشتم همونطور همه مراحل رو انجام میدیم. دوستان، من تقریبا طبق این کیک ها رو طبق ذائقه مشتری درست میکنم، ولی موز و گردو خیلی کیک خوشمزه میکنه و واقعا مورد پسند بیشتری از مردم هست. و اینم مرحله آخر که تزیین کردم، از میوه های مختلف استفاده کردم و مواد تزیینی و سس شکلات. امیدوارم که از این کیک هم خوشتون اومده باشه. و این یکی کیک که عکس داره، میتونید از عکس خوراکی برای این کیک استفاده کنید. من این یکی کیکم طبق بقیه کیک هایی که آماده کردم از فیلینگ موز و گردو و خامه استفاده میکنم و تقریبا یه فیلم های کوتاه از تمام مراحلش اینجا قرار دادم. و
به یه نکته دوستان، میتونید شما خامه را با پودر نشاسته ذرت یا پودر ژله و یا ژلاتین فرم بدین که خوب فرم خوبی بگیره و زیاد شل نشه براتون و خیلی راحت روی کیک وایسته و بعدن که استفاده میکنید کیکتون حالت کرمانه نشه. و این مرحله نهایی که مشتری قرار بیاد ببره. و اینه که کیک با فوندانت یا خمیر مارسیپان من تزیین کردم. اینم سفارش یکی از دوستان بود. مراحل این کیک هم با همون کیکش فرق نمی کنه. با موز و گردو فیلینگ کردیم و روکش مارسیپان. مارسیپان روی خامه خوب وای میسته و شکلش رو از دست نمیده. من از مارسیپان استفاده میکنم. و این یکی کیک هم که سفارش یکی از دوست عزیزمون بود. امیدوارم که خوشش اومده باشه. با میوه و سس شکلات تزیین کردم. مراحلش با کیک های قبلی هیچ فرقی نمیکنه. خب این کیک ما آماده شد. امیدوارم که دوستان شما هم از این کیک هایی که آماده کردم خوشتون اومده باشه و تشکر از اینکه تا این لحظه با من همراه بودید و منو همراهی و حمایت میکنید. من منتظر کامنت های مفید و خوب شما هستم. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی دارید حتما برای من کامنت کنید. من اگر سوالی هم داشتید حتما در اسرع وقت پاسخ خواهم داد. و همچنین اگر از این ویدیو خوشتون اومد و مورد پسندتون واقع شده بود، برای دوستانتان هم شیر کنید تا من بتونم ویدیوهای بهتر و بیشتری را تهیه کنم. تا یه ویدیوی دیگه، خدایا را نگهدار همگیتان.